سرخط خبرها. استعفای چند مقام دولت آمریکا در پی یورش هواداران ترامپ به ساختمان کنگره. سرپرست وزارت امنیت داخلی از رئیس جمهوری خواست حمله را محکوم کند. محدودیت‌های سختگیرانه در لبنان برای مقابله با شیوع کرونا. چین هم یک شهر را با 11 میلیون جمعیت قرنطینه کرد. حادثه بسیار تلخ، دردناک، باور ناکردنی. در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه، روحانی می‌گوید اشتباهی فردی ناشی از بی‌تدبیری یک جمع بود. دادستان نظامی هم از بازداشت فقط یک نفر خبر داده. دولت خپل جانشین ده قانونی توبه. و تقسیم قدرت موضوع جنجالی مذاکرات صلح افغانستان. اشرف غنی می‌گوید رئیس جمهوری آینده باید قانونی تعیین شود. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در پی یورش مرگبار هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا که 4 کشته به جا گذاشت، چند مقام دولت این کشور در اعتراض به این حرکت استعفا کردند. سرپرست وزارت امنیت داخلی هم از آقای ترامپ خواسته که این حمله را محکوم کند. کنگره بعد از یک روز پرماجرا بالاخره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. هواداران دونالد ترامپ که نمی‌خواستند جو بایدن به عنوان پیروز انتخابات شناخته شود، با حمله خود باعث شدند که جلسه کنگره چند ساعت متوقف شود. آقای ترامپ ضمن تکرار ادعای بی سند تقلب در انتخابات، قول داده که انتقال قدرت در تاریخ مقرر به صورت مسالمت‌آمیز صورت بگیرد. همکارم خشایار جنیدی از مقابل ساختمان کنگره با ماست. خشایار، چه خبر اونجا؟ یک روز آرامی هست امروز اینجا. برخلاف دیروز تعدادی گردشگر در اطراف کنگره هستند. بعضی از افرادی که دیروز احیانا در تظاهرات بودند به خاطر لباسهایی که به تنشون هست، اسم آقای ترامپ رو تنشون هست یا پرچم آقای ترامپ رو به دست دارند، اینجا هستند، ولی بیشتر در حد بازدید و گردش هست. تعداد زیادی مأمور پلیس و گارد ملی در اطراف ساختمان کنگره مستقر شدند و پلیس در حال نصب نرده‌های با ارتفاع 2 متر هست در اطراف محوطه کنگره تا مانع از دسترسی احتمالی بشه اگر کسی بخواد نزدیک بشه. و به همه هم تذکر می‌دادن که از سمت کنگره حرکت نکنن، از سمت مقابل در پیاده رو حرکت کنن. اما در کل شرایط در اینجا آرام هست، تا به اینجا آرام بوده. سنا بالاخره تایید کرد پیروزی آقای بایدن رو در انتخابات. قدم بعدی چیه؟ جلسه کنگره هم سنا هم مجلس نمایندگان دیشب تا 3 صبح ادامه داشت، 3:30 صبح ادامه داشت و در نهایت فقط در رابطه با پنسیلوانیا و آریزونا اعتراضهایی بود که اونها هم رأی نیاورد. حالا که تایید کرده کنگره نتیجه کالج الکترال رو به رسمیت شناخته شده، انتخاب آقای بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا، قدم بعدی مراسم تحلیف در 20 ژانویه هست در همین محوطه پشت سر من، جایی که کار داربست زدن و آماده سازیش در حال انجام هست. اینجا مراسم تحلیف انجام خواهد شد. آقای ترامپ هم ساعت 3:04 امروز صبح بیانیه کاخ سفید منتشر کرد به نقل از آقای ترامپ که بار دیگر تکرار شده صحبت آقای ترامپ که از نتیجه انتخابات راضی نبوده، اما تایید کرده که انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز و منظم انجام خواهد شد. ممنونم از خشایار جنیدی از مقابل کنگره آمریکا با ما. و فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل از واشنگتن با ما هستند.
خانم پزشک، به نظر میرسه که داره فشارها روی دونالد ترامپ بیشتر میشه. بعضی از کارمندای کاخ سفید استعفا دادن و همینطور بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه، حزب آقای ترامپ هم به سخنرانی دیروز او و موضعی که در مقابل اعتراض‌ها گرفت اعتراض کردن، در مقابل معترضان گرفت اعتراض کردن. شما چه آینده ای رو میبینید برای آقای ترامپ از این به بعد؟ 13 روز مونده به پایان ریاست جمهوری او، آیا ممکنه صحبتهایی که میشه در مورد این که او رو زودتر کنار بذارن از ریاست جمهوری به حقیقت بپیونده؟ نمیدونم واقعا چقدر حالا بتونن متمم 25 رو واقعا پیاده بکنن و به اندازه کافی به تفاهم برسن افراد کابینه که بخوان این کارو بکنن. نه بعد فراموش بکنیم که به هر حال آقای ترامپ 70 میلیون رای داشته در حزب جمهوری خواه و تمام این 4 سال گذشته یکی از مهمترین دلایلی که قدرتمندان و سیاستمداران کهنه‌کار حزب جمهوری خواه در واقع به آقای ترامپ باج میدادن و در مقابل تمام کارهایی که میکرد که اثراتش رو امروز داریم میبینیم سکوت کرده بودن و در واقع بالا پر بهش میدادن، این بود که نگران این رای دهندگان و کسانی بودن که آقای ترامپ رو ناجی خودشون میدونن. بنابراین نمیدونم واقعا چقدر در 2 هفته آینده این رو ببینیم، ولی به هر حال با توجه به اتفاقاتی که توی 24 ساعت گذشته افتاده مشخص شده که نتیجه این سیاست‌های آقای ترامپ راه به جای خطرناک داره کشیده میشه و این اشتقاق و دوپارگی جامعه عملا به یک تنش و رویاروی خیلی جدی ممکنه منجر بشه. این رو نمیدونم، ولی داریم میبینیم که تمام افراد، خیلی از افراد جمهوری خواه که تو این سالها سکوت کرده بودن دارن موضع‌گیری میکنن. افرادی که در کاخ سفید هستن ممکن استعفا بدن، افراد بالاتر. همچنان بعضی جمهوری خواهان حتی بعد از اتفاقاتی که دیشب افتاد همچنان موضعی رو مشابه موضع آقای ترامپ گرفتن درباره انتخابات. قبل از اون هم با اینکه شکایتایی که آقای ترامپ برده بود به دادگاه‌ها رد شده بود، باز هم جمهوری خواهانی مثل تد کروز میگفتن که حمایت میکنن از این که بخوان نتیجه انتخابات رو به نفع آقای بایدن اعلام نکنن. وضعیت حزب جمهوری خواه رو شما که ناظر سیاسی هستین در آمریکا چطور میبینید؟ من فکر میکنم حزب جمهوری خواه دوچار یک جنگ درونی خواهد شد بین خودش و همطوری که قبلا هم توی سوال قبل اشاره کردم، این سیاستمداران حزب جمهوری خواه کسانی بودن که با آقای ترامپ بالا پر دادن، یعنی بدون حمایت اونها آقای ترامپ نمیتونست این 4 سال این کارهایی که کرده رو پیش ببره بدون اینکه هیچ گونه تبعاتی براش داشته باشه. ولی همه اینها از همون 70 میلیون رای نتیجه میگیره. کسانی مثل آقای تد کروز یا سناتور هالی دلیل این که دارن این حرفا رو میزنن یا اون 120-130 نماینده کنگره جمهوری خواه که بر با تمام این اتفاقات کماکان به این اعتراض رای میدن، به خاطر اون 70 میلیون رأیه که آقای ترامپ داره و خیلی راحت میتونه کنترلشون بکنه. اونها پایه حزب جمهوری خواه هستن. ممنونم ازتون فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل. در بریتانیا شیوع ویروس کرونا سیر صعودی گرفته. در شبانه روز گذشته مرگ بیش از 1000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس ثبت شده، بیشترین میزان از زمان اوج شیوع قبلی در 9 ماه پیش. دولت امیدوار است که با قرنطینه سراسری و واکسیناسیون وضعیت را کنترل کند. همزمان لبنان امروز وارد قرنطینه 3 هفته‌ای می شود. محدودیت های رفت آمد شبانه از جمله برنامه های دولت لبنان برای کنترل شیوع کرونا است. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. انگلستان در قرنطینه سراسری. در اولین روزهای سال نو، غم جای جنب و جوش و شور و حال را گرفته. خیابان‌های خلوت، مغازه‌های بسته و مدرسه‌های خالی. شمار بیماران به شدت بالا رفته. بر اساس آمار، دیروز بیش از 30,000 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های بریتانیا بستری بودند. حدود 40% بیشتر از زمان اوج شیوع قبلی در بهار گذشته. ریچل یکی از آنهاست. 5 ماه به زمان زایمانش مانده. خیلی مراقب بچه‌ام هستند. مدام میان سراغم و وضعم رو بررسی میکنند. دیروز بیش از 1000 مرگ بر اثر کرونا در بریتانیا ثبت شد. نگرانی ها از نوع جدید ویروس است که به سرعت در حال پخش شدن است. وزیر بهداشت ایران ثبت نوع تازه ویروس در ایران را تایید کرده. اولین مورد فردی بود که از انگلیس آمده بود، هموطنی است
که ما بررسی کردیم مثبت تر اومد، خوشبختانه حال عمومیش خوبه، وخامتی هم نداره. این ویروس جوانترها رو بیشتر گرفتار میکنه. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و بیش از 6300 مورد ابتلای تازه ثبت شده. به گفته مقامات احتمال شیوع گسترده کرونا در دو ماه آینده وجود دارد. وضع در بسیاری از کشورهای دیگر هم کم و بیش همین است. از جمله اینجا در لبنان، جایی که تا به حال حدود 200,000 مورد ابتلا را ثبت کرده و طبق آمار رسمی بیش از 1,500 نفر هم جان باختند. لبنان از امروز وارد قرنطینه 3 هفته‌ای می شود. از جمله محدودیت رفت آمد از 6 بعد از ظهر تا 5 صبح. در کشوری که همکنون هم با مشکلات اقتصادی بسیار، نرخ بیکاری بالا، تورم و فقر دست به گریبان است، اعمال قرنطینه آخرین راه حل به نظر می رسد. همگیری به سطح خطرناکی رسیده، چرا که بخش خصوصی بیش از این توانایی نداره که از بیمارستانها حمایت کنه و تختهای بخش مراقبتهای ویژه رو برای مبتلایان رو به افزایش کرونا در اختیار بگذاره. اینجا شهر شیجیاژوانگ در شمال چین است با 11 میلیون نفر جمعیت. امروز بیش از 100 مورد ابتلا ثبت شده. دولت همزمان با آزمایش گسترده به مردم اجازه خروج از شهر را نمی دهد. در سوی دیگر دنیا، در ژاپن اوضاع از خیلی از نقاط دنیا بهتر است. با این حال در توکیو پایتخت و مناطق اطرافش دولت برای 1 ماه محدودیت‌های تازه‌ای اعلام کرده. از جمله ممنوعیت فروش الکل در میخانه ها از 5 بعد از ظهر و کوتاه شدن زمان کار باشگاه های ورزشی و مراکز تفریحی. واکسن هایی برای مقابله با کرونا ساخته شده و بعضی از کشورها برنامه واکسیناسیون را شروع کرده اند. اما تا برگشت به زندگی معمول فعلا راه درازی مانده. به زمانهایی که نوای خوش زندگی به کوچه و خیابانها برگردد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. کنگره آمریکا بر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری مهر تایید زد. سرپرست وزارت امنیت داخلی از دونالد ترامپ خواست حمله هوادارانش به کنگره را محکوم کند. با افزایش شیوع کرونا لبنان محدودیت‌های سختگیرانه تعیین کرد. در چین هم 1 شهر با 11 میلیون جمعیت قرنطینه شد. دادستان نظامی تهران امروز از نتیجه تحقیقات قضایی در مورد ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی خبر داد. به گفته او شلیک موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران به این هواپیما که 1 سال پیش اتفاق افتاد و 176 کشته به جا گذاشت، به علت خطای فرمانده مسئول سامانه پدافندی بود و فعلاً فقط 1 نفر در بازداشت است. در همین حال رئیس جمهوری ایران گفته که آنچه اتفاق افتاد ناشی از خطای 1 فرد و بی تدبیری 1 جمع بود. این در حالی است که خانواده‌های جانباختگان حادثه خواهان محاکمه عاملان آن و روشن شدن حقیقت هستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. داغی که برای خانواده‌های فاجعه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی فراموش نشدنی است. آنها امروز اینجا در فرودگاه امام خمینی گرد هم آمدند و بار دیگر به سوگ نشستند. در اولین سالگرد این فاجعه، دادستان نظامی تهران از تکمیل تحقیقات رسمی ایران خبر داد. او همچنین خبر داد که تعداد نامعلومی متهم بازداشت و به قید وثیقه آزاد شدند، ولی در حال حاضر تنها 1 نفر در بازداشت است. یک توانایی جنگ مخابرات الکترونیکی قبل از این هم استفاده کردند. بسیاری از حامیان حکومت ایران کوشیدند بحث حمله سایبری آمریکا را علت شلیک به هواپیمای اوکراینی معرفی کنند، اما از گفته های دادستان نظامی چنین برمی آید که رسما این احتمال رد شده و آنچه به عنوان علت حادثه تشخیص داده شده خطای انسانی 1 فرد و بی‌دقتی مسئول پدافند هوایی سپاه بوده. از اشتباه 1 فرد نشأت گرفت این، و اون اشتباه هم از بی تدبیری 1 جمع نشأت گرفت. از حرف‌های دیروز حسن روحانی به نظر می‌رسید که مقامات ایران به چنین روایتی رسیدند. خانواده‌های جانباختگان و دولت‌های اوکراین و کانادا این روایت را که علت حادثه خطای انسانی بوده زیر سوال بردند
و احتمال عمدی بودن آن را مطرح کردند. در روایت هایی که پس از شلیک به هواپیما گزارش شده، حسن روحانی جزو کسانی بوده که به سپاه پاسداران فشار آورد تا حقیقت را بگوید. در سالگرد حادثه، وزیر خارجه ایران هم با انتشار این پست اینستاگرامی که سرشار از عذرخواهی های مکرر و اظهار شرمندگی بود چنین گفت: به سهم خودم تاکید نمودم که باید با شرمندگی تمام عین ماوقع را با مردم و جهانیان صادقانه در میان گذاشت. هیچ نقش یا اطلاعی نداشتم، ولی به عنوان یک مقام مسئول شرمنده و عذرخواهم. این اتفاق افتاده. سپاه پاسداران هم اظهار شرمندگی کرده، اما فرمانده نیروی هوافضای سپاه در چند دیدار با خانواده‌های داغدار بیشتر کوشید قدرت نظامی سپاه را به رخ بکشد. جای حالا به قول اونها یک کشور جهان سوم و ابرقدرت کاملا عوض شد. یعنی ایران از اون روز شد ابرقدرت. درباره اینکه سپاه چرا سه روز صبر کرد تا واقعیت را بگوید، توضیح او این بود: نه، حرف شما الان واقعا برای من قابل قبول شد. من متوجه شدم که چی شده. ما این خبر رو رسانه می‌کردیم، اولین اتفاقی که می‌افتاد سیستم هدافندی ما کلا بچه‌ها شوکه می‌شدن، اصلا قابل پذیرش براشون نبود. افکار عمومی در زمان روشن شدن عملیات سپاه در شلیک به هواپیما برآشفته شد و عده‌ای از مردم هم علیه کل حکومت دست به اعتراض زدند. آن اعتراض‌های خیابانی پایان یافت، ولی اعتراض‌های اندوهناک خانواده‌ها و دادخواهی آنها همچنان ادامه دارد. مرحله بعدی دادگاهی است که قرار است برگزار شود. آزمونی دیگر برای پاسخ به مطالبات داغدیدگان. سیاوش اردلان، بی بی سی. مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز ایرانی، همزمان با سالگرد سقوط هواپیمای اوکراین توسط سپاه آهنگی به یاد قربانیان انسانه خوانده به نام عکس شد. برنامه رو با این آهنگ به پایان میبریم. از کجا باید شروع کنم این داستانو که خط به خط زندگیمو با تو قسمت کنم؟ تا کجا خوب بودم، از کجا بد شدم؟ دنبال حرفامو بگیر و با من بیا، این تمام حقیقتای جهان منه، این قاب عکس نباید بشکنه. از پشت این قاب عکس کهنه دنیا رو میبینم، یه لحظه میخندم، از ته دل یه لحظه میمیرم. عکس می شد بچگی، عکس می شد خنده ها، عکس شد برعکس شد. عکس می شد زندگی، عکس می شد لحظه ها، عکس شد برعکس شد. لحظه حتی باور نکردم.
کاری بود از مهدی یراحی، اما برنامه ما هنوز به پایان نرسیده. فرصتی داریم صحبت کنیم با شهناز مرتب از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان سرنگونی پرواز 752 از فرانکفورت آلمان. خانم مرتب، شما گزارش دادستان نظامی تهران رو که منتشر شده در سالگرد این فاجعه چطور ارزیابی می‌کنید؟ واکنش شما به این گزارش چیه؟ با سلام به شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز شما، گزارشی که جمهوری اسلامی اعلام کرده گزارشی نیست که سندیتی داشته باشه، گزارشی نیست که بشه به عنوان یک گزارش رسمی و جامع بهش نگاه کرد و پرداخت. الان خود دولت اوکراین هم در رابطه با همین مسئله اعتراض کردن و این رو به عنوان یک در واقع گزارش کامل نمی‌بینن. و گزارشی هم که جمهوری اسلامی مثل دفعه قبل که گزارشی داد، گزارشیه که فقط در جهت وقت خریدن در واقع به این گزارش ها میپردازن و اعلام میکنن، چون امروز آخرین روزی بوده که مهلت داشتن یه گزارش نهایی رو اعلام بکنن. به همین دلیل یه گزارشی که از نظر ما هیچ ارزشی، از نظر حقوقی هم حتی هیچ ارزشی برای ما نداره این گزارش. یک سال گذشته از این فاجعه، تا الان تلاش های شما برای رسیدن به حقیقت به کجا رسیده؟ تا اونجایی که به حقیقتی که باید در ایران و توسط جمهوری اسلامی در واقع اعلام بشه و برملا بشه، هیچ گونه ما جوابی نگرفتیم، هیچ گونه خبری از این واقعه هنوز نداریم. هنوز سوالای ما بدون جواب موندن، هنوز کلی ابهام در این پرونده وجود داره، هنوز کسی دستگیر نشده، هنوز کسی محاکمه نشده و کاملا یک معمای سردرگم هست. ولی اون چیزی که برای ما خانواده ها کاملا محرزه اینه که این هواپیما عمدی زده شده و جمهوری اسلامی باید در این رابطه جواب بده. این چیزی نیست که مقام های ایران تاییدش کرده باشن و حرفی که میزنن اینه که این خطا بوده. شما چطور به این نتیجه رسیدین؟ چون این حرفیه که دولت کانادا هم تکرار کرده. بله، این چیزی رو که جمهوری اسلامی اعلام کرد، اگر روز اول هم همین رو اعلام میکردن، اگر مخفی کاری نمی کردن، اگه این واقعیت رو نمی پوشوندن، اگه دروغ نمی گفتن، اگه پشت تلویزیون ها قرار نمی گرفتن و در مقابل چشم مردم سه روز تمام دروغ نمی گفتن، شاید به درجاتی می شد روی این مسئله تعامل کرد و می شد شک کرد. ولی در رابطه با اینکه سه روز تمام این مسئله رو مخفی کردن و هنوزم که هنوزه بازخوانی جعبه سیاه و گزارشی که الان چندین ماه در اختیار ایران قرار گرفته، هنوز در اختیار کشورهای دیگه قرار نگرفته و هر چقدر که جمهوری اسلامی این مسئله رو کش میده، بیشتر ما رو به اون واقعیت تلخی که وجود داره نزدیکتر میکنه. تحقیقات خیلی زیادی هم شده و این تحقیقات خیلی خیلی نزدیک به این عمدی بودن شلیک دو موشک به این هواپیما. و ما در رابطه با این مسئله جهت دادخواهی و پی بردن به این واقعیت تلخی که وجود داره و یک روز هم جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به این مسئله اعتراف کنه، چون شواهد علیه این مسئله و علیه شلیک دو موشک سپاه پاسداران کاملا واضح و آشکار و روشنه. فقط این رو باید بتونیم ما در دادگاه‌های بین‌المللی اثبات بکنیم. این شواهدی که شما اشاره کردید بهش درباره عمدی بودن، ادعای عمدی بودن رو، آیا شما خودتون دیدین یا در دست داری؟ شواهد اولین چیزایی که برای ما مشخصه اینکه چرا آسمان ایران رو باز گذاشتن در شبی که خودشون از تلویزیون رسمی خود جمهوری اسلامی اعلام شد. انتظار این رو داشتن که 52 نقطه در ایران و در تهران به خصوص مورد حمله قرار بگیره. چرا آسمان ایران را باز گذاشتن؟ چرا هواپیما یک ساعت تمام تأخیر داشت؟ چرا این چراهایی که الان برای ما وجود داره هر چقدر میگم میگذره ما رو به این واقعیت نزدیک میکنه؟ اگه جمهوری اسلامی این مسئله رو با هدف مشخص نزده بود، بازخوانی جعبه سیاه میتونست حتی در این مسئله رو میتونست ثابت بکنه که شاید خطای انسانی بوده، ولی
به عمد این مسئله رو کش دادن، به عمد این مسئله رو مخفی کردن، مثل همه وقایعی که تا الان پیش اومده و مخفی کردن. این مسئله ما رو به اینکه عمدی بوده 100% نزدیکتر میکنه و تمام تلاش ما توی این انجمن هم اینه که این واقعیت رو بدونیم. ای کاش این مسئله یک سانحه هوایی بود، ای کاش این فاجعه یک تصادف هواپیمایی بود و یک سقوط هواپیما بود و همونطور که خودشون روزای اول گفتن ای کاش موتور هواپیما آتیش میگرفت، ولی یک همچین فاجعه بزرگی رو ماها نمیدیدیم. گزارشی که داستان نظامی منتشر کرده میگه که رادار درست تنظیم نشده بوده و یک نفر در این باره بازداشت شده. با توجه به اینکه مقام ها در حاکمیت جمهوری اسلامی گفتن که به عدالت میرسه این فرد، به پای میز محاکمه کشیده میشه، الان یه نفر بازداشت شده، واکنش شما به این چه؟ خب من به این چیزی که جمهوری اسلامی اعلام کرده کاملا، یعنی یه چیز درست گفتن، چون تو قوانینی که ما تا الان از جمهوری اسلامی دیدیم همیشه جای متهم و یعنی متهم و شاکی عوض شده. کما اینکه توی این ماجرا ما دیدیم کسایی که جوانایی که اومدن تو خیابون و معترض شدن به شلی که این دو موشک سپاه پاسداران الان تو زندانن، اینا محاکمه شدن، اینا احکام خیلی بالایی گرفتن، از 10 سال، 3 سال، 13 سال و همینطور بیشتر. اینا الان تو زندان، کسایی که واقعا اعتراض فقط به جرم یک اعتراض اینا تو زندانن و کسایی که عاملین و عاملین این جنایتن، به قول خودشون یک نفر دستگیر شده، چند نفر هم گرفتن که به قید ضمانت اینا یا وثیقه آزاد شدن. این همون عدالتیه که جمهوری اسلامی ازش حرف میزنه، این همون عدالتیه که آقای روحانی پشت میکروفون وای میسن و ازش حرف میزنن و این عدالتشون رو ما بارها و بارها در مورد محکومین و قاتلین و جنایتکاران دیدیم. جنایتکاران آزادن، بله. شاکیان توی زندانن. خانم مرتب، خیلی فرصت خیلی کمی داریم، فقط میخواستم ازتون سوال کنم، چون به دادگاه بین المللی اشاره کردید، چقدر امیدوارید که حمایت کشورهای کانادا، دولت‌های دیگر رو داشته باشین که بتونین این پرونده رو به دادگاه بین المللی ببرید؟ ما خیلی امیدواریم با توجه به فعالیت‌هایی که خود انجمن می‌کنه، با فعالیتی که الان، تأثیراتی که خود دولت‌ها الان، ما تونستیم این مسئله رو به خود دولت کانادا و همینطور اوکراین ثابت بکنیم که اینا در اون حدی نیستن متفهم. که بنده رو رسیدگی بکنن و به این خیلی مسئله امیدواریم، به این مسئله. خیلی ممنونم ازتون، شهناز مرتب از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جان‌باختگان. به این ترتیب به پایان این بخش خبر رسیدیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.